سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته اون تا منو به سطوح نیاره و از پا در نیاره ول نمیکنه. اون وقت شب و روز من نمیشناسم. گفتگو با محمود دولت آبادی درباره رمان اسب‌ها، اسب‌ها از کنار یکدیگر. موسیقی الکترونیک در موزه طراحی لندن. ماریان و لئونارد، مستندی درباره زندگی عاشقانه لئونارد کوئن، خواننده و ترانه‌سرای به نام کانادایی. محمود دولت آبادی یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر در زبان فارسیه که امسال 80 ساله شد و همزمان با تولدش رمان تازه‌ای از او در نشر چشمه به عنوان اسب‌ها از کنار یکدیگر منتشر شد. بیشتر داستان‌های آقای دولت آبادی تصویرگر واقعیت‌های اجتماعی در یک برهه تاریخیه با شخصیت‌هایی که زندگیشون تحت تأثیر این واقعیت‌ها شکل گرفته. اسب‌ها از کنار یکدیگر داستان مردی به نام کریما که در جستجوی گمشده‌ای به یک کاروانسرای قدیمی در جنوب تهران سر می‌زنه و اونجا با دو مرد دیگه به نام‌های ملک پروان و مردی آشنا میشه و رابطه‌ای بین این غریبه‌ها شکل می‌گیره. محمود دولت آبادی امروز مهمان تماشاست. آقای دولت آبادی، شخصیت اصلی داستان کریما انگار تنها به دنبال پیدا کردن گمشدهش نیست، انگار خودشو گم کرده و با خودش بیگانه است و میخواد با پیدا کردن آدمهایی که از کودکیش اونها رو گم کرده میخواد در واقع خودش رو پیدا بکنه. این اتفاق برای بقیه شخصیت ها مثل مردی و ملک پروان هم میفته. این مضمون گمگشتگی یا از خود بیگانگی و جستجو برای پیدا کردن ریشه از کجا میاد؟ من نمیدونم از کجا میاد، ولی حتما از یک جای آمده و این دوره‌ای که ما توش زندگی میکنیم به نظرم که بیگانگی روز به روز درش داره شدیدتر میشه، چون من احساس میکنم که در شهر افراد از کنار یکدیگر میگذرن بدون اینکه همدیگر رو بفهمن یا بدون اینکه همدیگر رو بشناسن، یا اینکه منم که در میان جمع بیگانم ولی واقعا این حس رو دارم که این بیگانگی و تک افتادگی و گم کردن رگ و ریشه و این پدید آمده در جامعه ما، به خصوص با توجه به این یورشی که از 30-40 سال پیش مردم آوردن به شهرهای بزرگ و یک جوری تناسب اجتماعی به هم ریخت. یعنی ما الان نمیدانیم کی به کیه، قبلا میدانستیم، قبلا می فهمیدیم این کاسبه، اون کارگره، اون معلمه، اون استاد دانشگاه است، ولی الان هیچ چی رو ما نمی فهمیم. یعنی شما ممکن است سوار تاکسی بشید، ناگهان یه دکتره اقتصاد پشت فرمون باشه شما رو جا به جا بکنه. بله این بیگانگیه دیگه، از چیست؟ بله اینطوره، واقعا دنبال خودش می گرده و می خواد از طریق دیگرانی که گم کرده خودشو به جا بیاره. تو این کتاب مشخص نیست داستان تو چه زمانی اتفاق میفته. مثل اغلب داستانهای شما نیست که حوادث داستان تو یک دوره مشخص تاریخی و سیاسی اتفاق میفته و به نوعی تصویرگر شرایط اجتماعی اون دوره است. چرا این بار بستر زمانی داستان مشخص نیست؟ کاملا درسته. این داستان همه زمانی است و در گوشه های از خود داستان هم اشاره میشه که این کریما فقط جوان نیست، این فقط پیر نیست، این فقط میانسال نیست، این در حقیقت همه زمانها رو با خودش داره حمل میکنه. این کلید این همه زمانی این داستان هستش. به نظر میرسه در آثار قدیمی تر شما دغدغه های اجتماعی سیاسی پررنگ تر بوده و در آثار اخیرتون دغدغه ها خیلی شخصی تر و رنگمایه های اجتماعی کمتر شده. بازم درست فکر میکنی، برای اینکه مسئله اجتماعی نرمش به هم ریخته. یعنی قبلا در جامعه ما طبقات اجتماعی نسبتاً بودن، دارن به حضورت اقشار مختلف بودن، الان در هم ریختگیه و افراد هر کسی به سمت خودش رانده میشه و امکان ارتباط اجتماعی به معنای گذشته منتفی شده است. زیرا در کشور ما دیگه نه حزبی باقی مونده، نه انجمنی باقی مونده، نه سندیکایی باقی مونده و نه
به اصطلاح اجتماعات فرهنگی منظم و به این ترتیب بله افراد به سمت خودشون رانده می شوند. نثر کارهای اخیرتو ممکنه خوندنش برای همه راحت نباشه. چرا چنین نثری رو انتخاب کردید؟ خب شما شاید باور نکنید و دیگران هم شاید، ولی من نیستم که نثر رو انتخاب میکنم. هر اثری خودش نثر خودشو میاره. به واقع وقتی که از این نثر تعریف میکنن یا از این نثر انتقاد میکنن، من نمیدونم چه جواب بدم، برای که اون چی داستان وقتی شروع میشه در ذهن من همه چیزشو با خودش میاره. نه فقط نثر رو میاره، بلکه صحنه ها رو میاره، بلکه آدم ها رو میاره، بلکه فضا، همه چی رو با خودش میاره. در واقع من در اون لحظه ای وارد کار میشم که اون تصویر اول به من میگه حرکت کن. من مقاومت میکنم، ترجیح میدم که اصلا ننویسم، ولی اون پیله میکنه که باید بنویسی. و وقتی که شروع میکنم همه چی رو انگار اون تصویر اول به عهده گرفته. و این نیستم که من نثر رو بسازم یا اینجوری، اصلا اینطور نیست. بنابراین هر اثری نثر خودشم به وجود میاره. معمولا چطور کار میکنید؟ چند ساعت در روز یا در چه مواقعی در شبانه روز مینویسید؟ وقتی که اون بیاد تو ذهنم به من اجازه نمیده فکر کنم چه ساعتی کار میکنم و چه ساعتی کار نمیکنم. اون تا منو به سطوح نیاره و از پا در نیاره ول نمیکنه. اون وقت شب و روز من نمیشناسم. نه من مثل نویسندگانی که میخونم میدونم روز 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت کار میکنم. من اینجوری کار نمیکنم. من وقتی که اون تصویر اول میاد و منو وادار میکنه به نوشتن، بایستی ادامه بدم تا به انتها برسم. حالا شب، روز، وسط روز، نصف شب و طبعا شبها وقتای بهتری بوده برای من، به علت اینکه خلوت میشده، سکوت بوده و اینها. ولی نه من قاعده خاصی ندارم و اون چی که میتونم بگم این است که من از نوشتن بسیار میترسم، در اینکه سعی میکنم که کمتر به اصطلاح تن بدم به اون تصویره، ولی گاهی چنان میچسبه که ول نمیکنه. نوشتن، نویسندگی، رمان نویسی آدمو هلاک میکنه. ویلیام فاگنر به واقعا به درستی گفته که عرق ریزان روح، ولی من فکر میکنم که از اونم شدیدتره. منو تا حالا 4 بار تا نقطه مرگ برده. یکیش در همین طریق بسمل شدن بود، 3 تاش در روزگار سپری شده مردم سال خورده بود. رفتم که بر نگردم، ولی بازم برگشتم. ضعف و غش به آدم دست میده، به من دست میده. علتش این است که اون ول نمی کنه. یعنی اون زنجیره واژگان، اون تصاویر ولت نمی کنن، ولم نمی کنن. برای همینی که میترسم، بله، اما ناچارم. طریق بسمل شدن بعد از 10 سال مجوز گرفت و سال 97 منتشر شد. امیدوارید که زوال کلونل هم بعد از چند دهه بالاخره مجوز بگیره؟ اجازه بدید قصه کوتاه بگم، شاید این وسط جا بگیره. اون مردی که اومد به من این قصه رو گفت، آخه من سینما دیگه نمیرم. ایشون مسئول به صلاح ادبیات سینما بود. فوت شد همین 3 ماه پیش متاسفانه. اومد گفت شما چرا هیچ اعتراضی نمی کنی که طریق بسمل شدن رو یک کارگردانی به صورت سینما در آورد؟ گفتم من اصلا قابل نمیدونم سینما رو که بهش اعتراض بکنم. داستان رو برای من گفت. بعد من فهمیدم اینا 10-11 سال طریق بسمل شدن رو نگه داشتن که بتونه معامله کنن اون زیر، یعنی بفروشن شاید، نمیدونم. وگه هیچ دلیلی نداشتون کتاب رو 11 سال نگه بدارن. بنابراین و مغایرت داره کلونل با طریق بسمل شدن. طریق بسمل شدن بیهوده نگه داشته شد، اما اینکه کلونل کی اجازه خواهد گرفت، کی خواهد آمد به بازار، من نمیدونم. انگار که شیشه عمری در این کلونل هست که اجازه نمیدن. ممکنه تصمیم بگیرید کلونل رو به فارسی خارج از ایران منتشر کنید؟ من معتقدم ما ایرانی هستیم، کشور متعلق به همه ایرانیانه. نویسنده ایرانی باید اثرش در خود کشور چاپ بشه. من هنوز روی این عقیده هستم و اگر واقعا ببینم سماجت به خرج میدن، ممکن است که کل داستان رو با صدای خودم بخوانم و بگذارم روی
سایت و به مردم بگم آقا هر کی هر چقدر میتونه بابت حق و تعلیف همت عالی بریزه به این حساب. این کار ممکنه بکنم. اگه ممکنه چند خط از کتاب از پا از کنار یکدیگر برامون بخونید. دستی از قفا سر شانه کریما را در چنگ گرفت، چنان که آستین و بال چپ آن پالتو نیمدار هم بالا کشانیده شد و برش گردانید رو به خود، بی که رها کند آنچه را در چنگ داشت. حالا دست راست روی شانه چپ، دو تن رو در روی هم بودند. کریما که می رفته بود تا بیرون برود از آن اتاق دخمه و دیگری مرد جوانی که غافلگیر از پس پشت چنگ در شانه او زده بود با چهره مهاجم که گویی برای ترسانیده شدن ساخته شده بود، با آن چشم‌های هراسان و وادریده زیر ابروان سیاه که تیک داشت روی چشم چپ. دهه 80 میلادی سالهای اوج موسیقی الکترونیک بود که از دلش سبکهایی مثل تکنو و هاوس ظهور کردند. با گسترش موسیقی الکترونیک نه تنها ابزارها و تکنولوژی آهنگسازی تغییر کرد، بلکه مود، لباس، گرافیک هم دگرگون شد و در نتیجه طراحی کلوبهای شبانه، دیسکوها و صفحه های موسیقی هم تغییر کرد. با هم سری میزنیم به نمایشگاهی در موزه طراحی لندن که تاریخ موسیقی الکترونیک و رابطش رو با طراحی مرور کرده. این نمایشگاه تلاش میکنه تا از دریچه موسیقی الکترونیک به تکنولوژی، هنر، مود، گرافیک و معماری بپردازه. البته محور اصلی اون موسیقی و رقص رابطه‌ای که با تکنولوژی داره. نمایشگاه با یک گاه شمار تاریخی شروع میشه که تکامل موسیقی الکترونیک رو نشون میده. آغاز اون دهه 20 میلادیه که در اون سبک موسیقی کانکریت شکل میگیره، نوعی آهنگسازی که از طریق میکس صداهای ضبط شده مختلف درست میشده. اما یک دستگاه فوق‌العاده توی این دوره ابداع میشه که یک کره بزرگه که یه صلیب روی اون قرار داره. یک آهنگساز روسی به اسم نیکولای آبروکوف رو درست میکنه. وقتی که دستتون رو در اطراف این صلیب حرکت میدین، ملودی های زیر و بم مختلفی رو تولید میکنه. خیلی جالبه که این یک دستگاه الکترونیکیه، ولی از حرکت بدن انسان دستور میگیره. موسیقی الکترونیک از همون ابتدای پیدایشش یه جنبه آینده گرایانه داره، ولی وابسته به تکنولوژی زمانشه و میشه از طریق بررسی تاریخ اون پیشرفت تکنولوژی رو هم دنبال کرد. اما اگر بپرسید چه گروهی مهمترین نقش در شکلگیری موسیقی الکترونیک به معنای امروزیش رو داشته، بدون شک کرافتورک. خیلی جالبه که از همون ابتدای دهه 70 میلادی، وقتی آلبوم‌های مهمشون رو توی استدیوی کینگ کلنگ در دوسلدورف آلمان تولید می‌کردن، به فکر راه‌حل‌های جالب دیداری برای نمایش موسیقیشون روی صحنه اجرا بودن. مثلا می‌بینیم که به جای اونا 4 مانکن روی صحنه می‌اومدن و پشت دستگاه‌های پیشرفته الکترونیکی قرار می‌گرفتن. پشت سرشون هم یه پرده قولاسا با تصویرهای دیجیتالی قرار داشت. کرافتورک در واقع استیلای موسیقی راک رو فرو ریخت و چیز جدیدی به وجود آورد که کسی قبلا ندیده بود. خیلی از جنبه های اجرایی موسیقی الکترونیک امروز از کارهای اونا ریشه گرفته. We'll be right back.
موسیقی الکترونیک از جنبه‌های مختلفی مثل اجرا، تجربه و فروش به شدت از نظر بصری طراحی شده. صحنه کلوب‌ها بچه دیداری خیلی قدرتمندی داره. پوسترها با گرافیک ویژه‌شون این موسیقی رو تبلیغ میکنه. از طرف دیگه روی جلد آلبوم های مختلف و گرافیکشون به نوعی با طراحی صحنه و ویدیوها در ارتباطن. مثلا ایفکس توین رو میبینیم که با تکنولوژی کامپیوتر زبان تصویری ویژه خودش رو به وجود آورده که توی اون تصویر و صدا با هم در ارتباطن. همینطور مدل لباس پوشیدن کسایی که به کلوب‌های موسیقی الکترونیک میرن روی جنبه دیداری این فضاها تاثیر میذاره. البته موسیقی الکترونیک هم روی مد و لباس پوشیدن اونا تاثیر میذاره. مثلا طراحی لباس‌های رف سیمونز، طراح بسیار معروف رو میبینیم و میدونیم که چطور از صحنه موسیقی تکنو توی کاراش تاثیر گرفته. عکاسی از مردمی که به این کلوب‌ها و کنسرت‌ها میرن هم خیلی جالبه. آندریاس گورسکی، عکاس مشهور آلمانی، یک مجموعه عکس از کنسرت‌های بزرگ آلمان گرفته. این عکس‌ها کلاژ نیستن، اما از ترکیب چند عکس به وجود اومدن. نوعی پرسپکتیو هوایی تو این عکس‌ها وجود داره که از زاویه بالا به صدها نفری که به این کلوب‌ها میرن نگاه می‌کنه. خیلی جالبه، چون با وجودی که داریم از بالا به اونا نگاه می‌کنیم، اما مقیاس بزرگ کار باعث میشه ناگهان خودمون رو بین اونا ببینیم. تصویر خیلی قوی. همینطور که به انتهای نمایشگاه نزدیک میشیم، یک فضای تاریک رو میبینیم که توی اون چیدمانی از 24,000 لامپ LED وجود داره. صدایی که توی این فضا میشنوید، از طریق نور این لامپ‌ها جنبه دیداری پیدا میکنه. رابطه بین حس شنیداری و دیداری، اون چیزی که میشنوید و اون چیزی که میبینید، محور خیلی از اجراهای موسیقی الکترونیکه که در این کار به خوبی خودش رو نشون میده. آخرین چیدمان این نمایشگاه به گروه کمیکال برادرز اختصاص داره که اثر همکاری اونا با هنرمندا و تولیدکننده‌های دیگه است. وقتی در آخر وارد این فضا میشید که با دود، نور سنگین و پروژکتور مخصوص کنسرت ساخته شده، واقعا احساس میکنید که وارد یک کلوب شبانه یا یک جشنواره موسیقی بزرگ شدید. یادتون میاد که کجایین؟ این حس صمیمیت و خاطره انگیزی که با این نوع موسیقی به آدم دست میده برای من خیلی جالبه. جالبه که تکنولوژی موسیقی الکترونیک رفته رفته پیچیده تر شده، ولی همزمان به آدم های بیشتری این امکان رو داده که این نوع موسیقی رو تولید کنه. این تکنولوژیه که این امکان رو به وجود آورده. دسترسی به دستگاه های پیشرفته با کیفیت صدای فوق‌العاده برای همه مهیا شده که من و شما اگر استعدادش رو داشته باشیم حتی میتونیم از توی اتاق خوابمون باهاش موسیقی بسازیم. بنابراین این تکنولوژی فضا رو باز کرده و به نظر میاد که این صحنه هر روز داره دموکراتیک‌تر و بازتر میشه. و چیزی که همه اینا رو به هم پیوند میزنه، علاقه مردم به دور هم جمع شدن و با هم رقصیدنه. حالا که همه مجبوریم توی خونه هامون بمونیم، این حتی اهمیتش بیشتر هم شده. انسان‌ها این نیاز اولیه رو دارن که دور هم جمع بشن و توی تجربه هاشون با هم شریک بشن. و فکر میکنم موسیقی دقیقاً کارش همینه. Human beings have this fundamental need to come together to share things, and I think music is right at the core of it. در گزارش بعدی بریم سراغ معرفی یک فیلم مستند به نام مریان و لئونارد که درباره رابطه عاشقانه لئونارد کوئن، شاعر و خواننده پرآوازه و یارش مریانه.
I'm trying to learn some things about love. When your woman becomes her own content and you become her content, that's love. داستان داستان عشقه بین ماریان و لئونارد. عشق اونا یه عشق معمولی نبود، از اون داستانه عاشقانه ای که آخرش به ازدواج و سرسامون گرفتن ختم میشه، اما عشقی بود که برای مدتی طولانی دوام داشت. من 20 سالم بود که رفتم هیدرا و اونجا با ماریان آشنا شدم. Lots of people came to Hydra. Artists, Jacqueline Kennedy, Princess Margaret. There was so much freedom there. She was very beautiful. ماریان خیلی زیبا بود. اینه که در اولین برخورد آدم عاشقش میشد. In love with her. I was mesmerized by the island's beauty and had never before met so many golden sun-kissed people of either sex having so much fun together. ماریان آدم تاثیرگذاری بود. منو تشویق کرد که اولین فیلممو بسازم. منو راهنمایی کرد که چطور فیلم بسازم. The woman who inspired the songwriter and poet Leonard Cohen to write some of his best-known work has died. وقتی هر دو مردن حس غریبی داشتم، چون در زندگی من خیلی تاثیرگذار بودن. اینه که خواستم نگاه دوباره‌ای به اون دوران بندازم. I hadn't visited Edra for 40 years. It had changed from the wondrous place you could live on $1,000 a year to the playground of the very rich. The 60s was a time when people دهه 60 دوره‌ای بود که مردم دنبال جواب بودن. دنبال راه‌های تازه‌ای برای زندگی بودن. نمی‌دونم ماریان به اینا رسید یا نه. She was very nice at the end, Marianne. She could be she mellowed and, you know, because it was never easy after Leonard. Because every time he gave a concert or something, she'd get been caught up in it. But every time you gave her. Every time he gave a concert, she had an invitation and she was interviewed in Norway. لئونارد نمیتونست متعهد باشه. اینو خودش هم بارها نوشته بود. این برای ماریان خیلی ناراحت کننده بود. Was very difficult for her. She wanted to be with him, and you cannot be with Leonard. He always had that feeling that he was after something that he couldn't get his hands around. He could make women feel good about themselves, but he couldn't give himself to them because he couldn't give himself away. I think she would have loved to have. شاید ماریان دلش میخواست که رابطه طولانی تری با لئونارد داشته باشه، ولی خودش هم آدم پیچیده‌ای بود. اون یه موجود خونسا نبود، آدمای زیادی شیفتش بودن. اون عشاق زیادی داشت، منم مدت کوتاهی یکی از اونا بودم. I had no intention of leaving. But then one of Mariana's other lovers unexpectedly showed up on the island and I found myself hastily boarding the next boat back to Athens. But I think her heart was probably always with Leonard's. ولی فکر کنم دلش همیشه با لئونارد بود. But at the same time و من میدونم که هیچ وقت پشیمون نشد. She talked about Leonard a lot. His favorite salt beef sandwich shop in Piccadilly. His spiritual search. Even dabbling in Scientology and Est. One day, she asked me to drive her to Bath. She said she was pregnant with Leonard's child. We're living in a very judgmental. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که قضاوت زیاده. بخش جدایی ناپذیری از تاریخ ماست. مردم همیشه راجع به رفتار دیگران یه نظری دارن. امیدوارم به زودی دورش بگذره و از سرمون بیفته. چون خیلی کسالت آوره. Dearest Marianne, I'm just a little behind you, close enough to take your hand. When this love letter came from Leonard, I think she felt that it was all completed.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنونم که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید در یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی دوباره ببینید و گزارش هاش رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ. Strictly Rock and Roll.